سلام بر دوستان عزیز و سپاسگزارم از این که در این جلسه آخر درباره فرهنگ سیاسی و سیاست خارجی همراه من هستید و دوستان دیگرم در مؤسسه توانا. اگر در دو جلسه پیش با ما نبودید اجازه بدید که خیلی خلاصه بگم که این سه گفتار که گفتار واپسینش رو امروز میشنوید درباره چی هست. من گفتم که طی حدود 10 سال کار کردن در زمینه سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران نکته‌هایی به نظرم رسید در مورد فرهنگ سیاسی ما ایرانی‌ها و تأثیری که بر سیاست خارجیمون یا نگاهمون به سیاست خارجی میگذاره و این نکته ها مجموعه هم مشاهدات من هست، هم مجموعه تأملات من و هم مجموعه مطالعات من. و در این 3 جلسه هم قرار نبود که یک بحث خیلی آکادمیکی پیش بکشیم، قرار بود که فقط نکته هایی رو بگیم برای اینکه دوستانی که به هر حال اخبار رو دنبال میکنن، مخصوصا این سالهای اخیر، اخبار منطقه، سیاست هسته‌ای، برنامه هسته‌ای، مذاکرات و مجموعاً سیاست خارجی خیلی اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده، بتونن کمی تأمل کنن، بتونن کمی خارج از چارچوب خبر فکر بکنن به سیاست‌هایی که به هر حال ایران داره، کشورهای دیگه دارن و اینکه به هر حال فارغ از اینکه اون چه که الان میگذره به کجا خواهد انجامید، ما برای ساختن آینده‌ای بهتر در ایران و در خاورمیانه نیاز داریم به بازنگری جدی در بنیادها و پیشفرض‌هایی که نگاه ما رو به سیاست خارجی می‌سازند. در گفتار سوم من بحث رو کمی درباره مسئله صلح در خاورمیانه پیش خواهم برد، به دلیل اینکه خاورمیانه الان یک منطقه است که نسبت به بسیاری از جاهای دیگر دنیا بیشترین میزان خشونت و جنگ درش هست و تنها در یکی از درگیری‌ها که درگیری‌ها در سوریه است در 3-4 سال گذشته بیش از 200,000 غیر نظامی کشته شدند و طبیعتاً مسئله صلح در خاورمیانه یک مسئله بسیار جدی و مبرم هست. من طبیعتاً خیلی خیلی کوتاه و گذرا اشاره می‌کنم که آیا برقراری صلح در خاورمیانه بدون تغییری بنیادی در فرهنگ سیاسی تک تک کشورهای این منطقه ممکن هست یا نه. در موقعیت تنش بین اسرائیل و فلسطین و درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه، دین به مثابه یکی از سرچشمه‌های اصلی فرهنگ سیاسی چه نقشی در تحول فرهنگ سیاسی منطقه و روابط بین کشورها میتونه بازی بکنه. و نکته آخر که فکر می‌کنم به همین اندازه مهم هست اینه که ما چجوری میتونیم از یک رویکرد احساسی به صلح، احساسی یا احساساتی، به یک رویکرد جدی و سیاسی به صلح منتقل بشیم. یعنی وقتی میگی صلح همه میگن آه چقدر خوبه و چقدر گل و بلبل و به هر حال کسی نیست که خیلی آشکارا بگه من جنگ دوست دارم یا جنگ خوبه. به هر حال خیلی ها هم هستن که روی احساسات لطیف و پاک به اصطلاح انسانیشون طرفدار صلح هستن. منتها صلح یک مسئله خیلی جدیتر از صرفا یک احساسات گرایی ساده باورانه است. مسئله صلح بسیار جدی است و نیازمند آمادگی های بسیار زیادی داره، هم در عرصه عملی، هم در عرصه نظری و هم از نظر توان نظامی. و حالا به یک بخشی از این مسائل کم در این جلسه خواهیم پرداخت. اجازه بدین که خیلی سریع مرور کنم بر اون چه که در 2 گفتار پیشین گفتم برای کسانی که نبودن. سعی کردم راجع به تینگ تنگ ها یک توضیحی بدم، مراکز مطالعات استراتژیک بگم که این مراکز
در حقیقت چگونه هستند، نهادهای پژوهشی هستند که مخاطبشون تصمیم گیرندگان سیاسی هستند و این مراکز هم در آمریکا هستند، هم در اروپا هستند، هم در کشورهای دیگه دنیا و در خاورمیانه و در ایران و انواع و اقسام دارن، هم از نظر دایره کارشون، هم از نظر منابعشون، هم از نظر میزان وابستگیشون به دولت. بحث منافع ملی رو پیش کشیدم و تفاوتی که منافع ملی داره در کشورهای دموکراتیک و در حکومت‌های غیر دموکراتیک. به همین دلیل بحث شهروندی رو مطرح کردم و اینکه ما بدون درکی از داشتن شهروندی به معنای مدرنش منافع ملی نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه منافع ملی جاییست که قلمرو عمومی وجود داشته باشه، شهروندان بتونن آزادانه درباره منافع عمومی صحبت بکنن، بحث بکنن و در حقیقت یکی از مهمترین عناصری که یک فرهنگ سیاسی رو میسازه این هست که منافع ملی چگونه تعریف میشه. در فرهنگ هایی که منافع ملی رو فقط حکومت تعریف میکنه و فقط حکومت متولی تحقق اون هست، ما فرهنگ سیاسی استبدادی داریم. در فرهنگ های سیاسی دموکراتیک شهروندان نه تنها در تعریف منافع عمومی بلکه در تحقق اون هم مسئولیت و مشارکت دارن. و بعد راجع به قلمرو عمومی صحبت کردیم، دیدگاه های خانم هانا آرنت رو مطرح کردیم و تعریف کردیم فرهنگ سیاسی رو که چه هست، مجموعی از رویکردها، باورها و احساساتی که به فرایند سیاسی نظم و معنا میدن و تعیین کننده پیشفرض‌ها و قواعد حاکم بر نظام سیاسی هستند. بنابراین تاریخ گذشته، تاریخ فردی، تاریخ جمعی، همه اینها میتونه در شکلگیری انگاره ها و عناصر شکل دهنده به فرهنگ سیاسی نقش داشته باشه. من راجع به ذهنیت تاریخی در مورد ایران صحبت کردم و چگونه ایرانیان خودشون رو تعریف کردن و دیدن و اینکه ایران به دلیل اینکه خود جغرافیای ایران یا نظام‌های سیاسی ایران در گذر زمان تغییر کرده، طبیعتاً تعریف ما از ایرانی بودن هم تغییر کرده. ایران در عصر ساسانی به یک شکل بوده، ایران پیش از تشکیل حکومت صفوی به یک شکل بوده، حکومت‌های محلی پراکنده، و در عصر صفوی ایران به مفهومی که امروزه ما می‌شناسیم دوباره متولد میشه، یعنی یک ایران یک پارچه. اما این ایرانی که متولد میشه خودش رو در محاصره دشمنان خارجی میبینه و یکی از مسائل مهمی که رخ میده این هست که برای حفظ توازن قدرت ایران همواره تلاش میکنه که با دولت‌های قدرت‌های خارج از منطقه خاورمیانه ارتباط برقرار کنه. و اینجا مسئله رابطه ما با اروپایی‌ها و غرب مطرح میشه که برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه که ما که استعمار شدن، ما به طور به اصطلاح سرزمینی استعمار نشدیم، ولی رابطمون با اروپایی‌ها و با غربی‌ها یک رابطه دوگانه‌ای بوده. یعنی از یک جهت اروپایی‌ها برای تأمین منافع و مصالح خودشون در ایران به منافع ما بسیار ضرر زدن، آسیب زدن، حتی با ما وارد درگیری نظامی شدند، اما در این حال در مواردی هم حافظ و پشتیبان منافع ما در برابر همسایگانمون مثل امپراتوری عثمانی یا روس‌ها بودن. یک رابطه دوگانه که خیلی پیچیده بوده و طبیعتاً رابطه ما رو با غربی‌ها خیلی پیچیده کرده. بعد اشاره کردم به ذهنیت دوپاره اندیش یا دوگانه اندیشی که میراث اندیشه قدیم با ایران باستان هست، که ما جهان رو به دو پاره اهورایی و اهریمنی میبینیم و دوست و دشمن و خودی و اجنبی یک تقسیم بندی جدی است و این خیلی در شکل دادن به فرهنگ سیاسی ما نقش داره که بازیگران سیاسی رو یا بر ما یا علیه ما میبینیم. و بعد گفتم تجربه سقوط و تاراج و پراکندگی و شکست هایی که ما از اعراب و بعد حمله مغول و بعد هم شوک تجدد به ما وارد شده، تمام اینها باز از یک طرف
رابطه ما رو با خودمون پیچیده کرده و از یک طرف رابطه ما رو با دیگری. هم ما دچار یک خود برتربینی هستیم، هم دچار یک خود فروتربینی، و دیگری رو هم یک شیطان میبینیم که به ما آسیب زده و در این حال اون رو فریبنده هم میابیم. اساساً تعبیری که آقای خمینی به کار برد در مورد آمریکا، شیطان بزرگ، من فکر میکنم خیلی گویاست، از این جهت که شیطان دو تا ویژگی داره، هم اینکه مظهر شر، یعنی سمبل شر هست، هم مظهر فریبندگی است. یعنی هیچ چیزی به اندازه شیطان فریبنده نیست، یعنی شیطان یک شری است که فریبنده است، یک شر شیرینه، یعنی در عین اینکه شما رو وسوسه میکنه شره. و این برای رابطه، توضیح رابطه ما با غرب خیلی شاید تمثیل گویایی باشه. و بعد گفتم که همه اینا نقش داشته در اون تصویری که ما از خودمون میسازیم، که ما در هر دوره هم یه تصویری از خودمون ساختیم. این یعنی سلف پرسپشن یه چیز تاریخیه، در دوره‌های مختلف ما بر اساس شکستمون، بر اساس پیروزیمون یک تصویری از خودمون میسازیم. و گفتم که همه ملت‌ها راجع به خودشون چون این کاری میکنن. بنابراین ما همواره وقتی که به فرهنگ سیاسی فکر میکنیم باید ببینیم که چه سلف پرسپشنی وجود داره و این سلف پرسپشن یا تصویر از خود یا دریافت از خود چقدر واقعی است. و باید همواره مراقب باشیم و بدونیم که این سلف پرسپشن هم تاریخیه، هم باید رویکرد انتقادی بهش داشته باشیم. چون اگر ما یک تصویری از خودمون بسازیم که رویکرد انتقادی بهش نداشته باشیم، میتونه اون تصویر مدام گمراه کننده باشه و ما رو به تصورات و تصمیم‌های نادرست بکشونه. نمونه آوردم از یک روشنفکر غیر مذهبی در مورد تصوری که ما ایرانی‌ها از خودمون داریم، که ما ایرانی‌ها یک ملتی هستیم که به مفهوم واقعی ملتیم و تاریخ داریم، خودآگاهی ملی داریم، ولی دیگر کشورها در منطقه همه جعلی هستند و ملت نیستند. بنابراین ما برتریم از اونها و این یک مایه امتیاز ما بر اونهاست. گفتم که چقدر این نوع تصور شایع هست، تا جایی که وزیر سابق اطلاعات هم اظهار نظری کرد در مورد عراق و گفت که عراق نه تنها حوزه تمدنی نفوذ ما بلکه هویت و فرهنگ ماست و اینقدر ما به عراق به هم وابسته ایم که یا باید با هم بجنگیم یا با هم باید یکی بشیم، که طبیعتاً این انتقادات زیادی رو در کشورهای عربی برانگیخته. باز در مورد فرهنگ، یعنی به صورت خیلی گذرا عناصر مهمی رو که در شکل دادن به فرهنگ سیاسی ما نقش دارن، باید به تشیع، یعنی عنصر تشیع رو خیلی برجسته کنیم. ببینید این که شیعه به ایدئولوژی رسمی حکومت بدل شده چیز تازه نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشه. از عصر صفویه این اتفاق افتاده و به عبارت دیگه ایران به مفهوم جدیدش یا تولد دوباره ایران با بدل شدن تشیع به ایدئولوژی رسمی حکومت گره خورده. اینه که تا الان حتی در دوره رضا شاه که برنامه ناسیونالیسم ایرانی و یعنی یک ناسیونالیسم سکولاری وجود داشت و اون ناسیونالیسم با دین در یک تضادی بود، یا به عبارت دیگه میشه گفت اون ناسیونالیسم با روحانیت بیشتر در تضاد بود، یا یعنی انتی کلریکال بود تا انتی ریلیجیس، بیشتر ضد روحانی بود تا ضد مذهب، حتی در این ناسیونالیسم مسئله تشیع خیلی برجسته است و مهمه. یعنی شما در قانون اساسی مشروطیت هم میبینید به هر حال قوانین
مشروعیتشون به این هست که 5 مجتهد شیعه اون قوانین رو تأیید بکنن. بدون تأیید اون 5 مجتهد شیعه اون قوانین، قوانینی که مصوب مجلس شورای ملی هستن، اعتباری نخواهند داشت. تشیع شد بخشی از هویت ایرانی و بخشی از به اصطلاح هویت ملی ما و اینطور هم نبود که فقط حکومت درش نقش داشته باشه، بلکه در به اصطلاح فرهنگ، نهادهای فرهنگی، خود روحانیت نقش خیلی مهمی درش بازی کرد، به دلیل اینکه روحانیت هم در این خیلی منفعت داشت. حتی ما همین سالهای اخیر آدمهایی رو میبینیم که من نمیخوام اسم ببرم که بحث بره روی اون آدمها، آدمهایی که به هیچ وجه مذهبی نیستن یا گروههایی که مذهبی نیستن، ولی چون این چیزی رو گفتن که تمامیت ارضی ایران وامدار تشیع است و شاه اسماعیل صفوی با رسمیت دادن این مذهب ایران رو یک پارچه کرد و از تسلط امپراتوری عثمانی رهایی داد. این یک جمله است که حدود کمتر از یک سال پیش توسط یک گروه سیاسی غیر مذهبی و مخالف جمهوری اسلامی اظهار شده. یعنی اینکه اینطور نیست که جمهوری اسلامی فقط معتقد باشه که تشیع عنصر مهمی است در هویت ملی. همه اینا باعث شده که ما ایرانی ها به طور عمومی نسبت به سیاست های فرقه گرایانه جمهوری اسلامی، در حالا هم جمهوری اسلامی هم هر حکومتی در داخل و خارج از ایران، حساسیتمون از دست بدیم، خیلی برامون مهم نباشه یا خیلی دنبال نکنیم. ببینید جمهوری اسلامی در داخل ایران مسئله جمهوری اسلامی هم نیست، سیاست های ضد تسنن یا حتی ضد بهایی، یعنی سیاست‌هایی که متمرکز بر تقویت فرقه شیعه است، هم زمان شاه وجود داشت که شاه خودش رو غیر مذهبی می‌دونست و به نوعی مخالف روحانیت بود در دهه آخر عمر سیاسیش، و هم در جمهوری اسلامی، یعنی چیزایی نیست که با جمهوری اسلامی زاده شده باشن. بسیاری از این مشکلات و سیاست‌ها و رویکردها به هیچ وجه با جمهوری اسلامی متولد نشدن، در جمهوری اسلامی شکل دیگه‌ای پیدا کردن. سیاست های ضد تسنن و تبعیض علیه شهروندان سنی یا بهایی قبلا هم وجود داشته، الان هم وجود داره، حالا به شکل های دیگه. و واقعیت اینه که جامعه به طور کلی نسبت به اینا خیلی حساسیتی نداره. حتی خارج از ایران هم همینطوره. خارج از ایران هم ایران نقش خیلی مهمی داشته در تقویت تنش های فرقه‌ای در جاهای مختلف، و خب البته هیچ موقع شما اعتراض چندانی یا حساسیت چندانی در میان ایرانی ها نسبت به این موضوع نمیبینید. وقتی میگم ایرانی ها، نه صرفا کسانی که در داخل ایران هستند و شاید به دلیل سانسور یا ترس از سرکوب حکومت سخنی نمیگن، نه به طور کلی در ایرانیان خارج از کشور هم چنین حساسیتی شما نمیبینید، به دلیل در ذهنیت ایرانی علل عموم تشیع یک رکن مهمی از هویت ملی است و کمابیش خیلی عادی به نظر میاد که جمهوری اسلامی چنین سیاستایی داشته باشه، به دلیل اینکه هر گونه کمرنگ کردن تشیع میترسند که به کمرنگ کردن هویت ملی بیانجامد. راستی این همه اپلیکیشن چیه روی موبایلت داری؟ آره، تازگی ها میگردم، چیز میزای مجانی رو نصب میکنم. یکی دیروز پیدا کردم بوق تریلی میزنه، خیلی باله. حالا گذشته از این که این اپلیکیشن ها جا میگیرن و ممکنه تلفنت رو کند کنن، تو که نمیدونی طرف چرا این اپلیکیشن رو نوشته. خیلی از این اپلیکیشن ها به شماره تلفن ها و پیغام هات دسترسی دارن. تواناتک تازگی چند تا گزارش داد درباره این موضوع. ای بابا، من نمیدونستم. بعد از شام همه رو میریزم بیرون. آره،
چیزهایی رو نگه دار که حتما لازمشون داری و بهشون اعتماد داری. پیش از نصب یک اپلیکیشن رایگان که چندان نیازی به آن ندارید، به این نکته توجه کنید که نویسنده این نرم افزار ممکن است اهداف ناگفته‌ای داشته باشد که به ضرر شما تمام شود.